خب ما سینتی سایزر رو خوندیم، حالا میتونیم یه مقداری بیایم روی طراحی صدا توی نرم افزار کیکدو یه مقداری بیشتر جزئیاتش رو بگیم و قطعا بخشای زیادیش هستش که دیگه الان براتون آشنا شده. ببینید شما توی این نرم افزار اولا که خب باز بالا که شروع میکنم بخش پریست ها هست که هر سبکی که مد نظرتون داشته باشید اینجا میتونید حالا اکثر تایتل ها رو ببینید چه سبکی میخواین کار کنید که نمونه هاش و پریست هاشو براتون اجرا کنه و بعد روی اون شما بیاید مثلا کار تیون رو انجام بدید، کار لیر کردن فرکانس های بالا رو با صدای سابش به نوعی اعمال کنید. حالا یه نمونه من صدای TR مثلا 909 لود میکنم، شما اینجا شکل ویوش رو میبینی. از طرف دیگه اگر که یه مقداری دقیق بشیم میبینیم که حتی فرکانس های بالا، میانه و کلا محدوده لو رو نشون میده، یعنی اگر قرار تیونش کنید خیلی راحت میتونید تمام نواهیشو کوک دقیق اعمال کنید که با پروژه شما هارمونیش درست و جور باشه. مثلا اگر یه پروژه دارید گام دو هست، خیلی راحت اینا رو میارید به سمت دو. سول هم بد نیست اینجا، یعنی میتونه درجه پنجمش باشه، ولی مثلا حالا ما اصرار داریم که کامل همه پارتش با نوت دو، حتی فرکانس هم بهتون داره میده. اصلا تموم شده است، یعنی کیکی که شما اینجا طراحی میکنی بعد از یه مدتی تجربه به دست میارید که کامل شسته رفته دقیقا چیزی که میخواید اینجا براتون به وجود میاد. من تایم میدم خدمتون که بعد سوالتون بپرسید. این بالا یه بخشی داره که شما میتونید لایه‌های مختلفو که این الان ساب ویو هست که اصلا خود ویو سابو براتون نمایش بده یا نه، و لایه‌های بعدی. مثلا یه نمونه اینجا میتونیم نوت نگاریشو انجام بدیم. همونجوری که قبلا در رابطه با ساختار درامز گفتم، موقعی که اون ضربه زده میشه یه پانچ اولیه هست، صدای فرکانس بالا، و بعد اون ارتعاشی که روی پوسته اول پوسته دوم به وجود میاد پیکره بندی صدای کیک رو میسازه. حالا توی طراحی صدا تو ژانرهای مختلف هم اینجا میان غیر از ساب یه بخشی تحت اون کلیک میان زمیمه صدا میکنن. الان شما تو کلیک یک فایل آدیو میبینی لود شده که اگه من اینو سولو کنم و پخش کنم این فرکانس بالای این کیکه که میتونیم از بانک خودش اینا ببینیم که مثلا اون فرکانس بالا باشه نباشه، یا اینکه اگر هست کوکش رو بتونیم تغییر بدیم حتی همین صدا رو. و از طرف دیگه اگر که اینجا بیایم نمایشش بدیم، یعنی مثلا این در رابطه با کلیک هاست، کلیک 1 2 3، من ساب و موقتا خاموش میکنم و از طرف دیگه این علامت به اضافه که داره درصد نشون میده برای زوم، هم به صورت افقی هم به صورت عمودی. نوا رو میاریم در ابتدا. الان شما میتونید از دور مثلا ببینید که این داره دقیقا به چه صورتی کار میکنه و میتونیم حالا تأثیراتی که نقطه قسمت لنگسش داره. لنگس یعنی چی؟ یعنی طول این سمپل تا چه حد باشه یا نه، نقطه شروعش آیا تغییر کنه. شما اگه خاطرتون باشه سیمپلر رو ما با هم کار کردیم، اون پرچمی که در ابتدا داشت می آوردیم جلو میتونست نقطه شروع یا استارت سمپلمون رو تغییر بده. این هم همونه، این استارتی که میزنیم. و از طرف دیگه چون فیلترها رو خوندیم، لو پاس و های پاس فیلتر داره، یعنی مثلا فرکانس های لو رو گرفت یا برعکس
هایش رو گرفت ازش. قشنگ این میتونه برای شما، موقتا هم میتونی میوتش کنی که فقط خود صدای ساب باشه. دو تا پارامتر دیگه اینجا داریم، یه دونه علامت. این علامت رو باهاش آشنا بشید، اینو روی خیلی از دستگاه‌ها، میکسرها و مثلا نرم افزاری مثل کیوبیس هم خواهید دید روی ترکش. این فاز رو 180 درجه عوض میکنه. مثلا شما شاید یه کلیک و لیر میکنی با یکی دیگه، فرکانسش خورده میشه، اینو که بزنی فازش اینورت میشه. قرار نیست متفاوتی درک کنیم، ولی بدونید که این فاز عوض میشه. تفاوت زمانی درک میشه که دوتا رو لیر کردی شبیه به همه و هم فاز، مشکل فازی توشون هست. این قسمت، این به اصطلاح کیبورد رو فعال میکنه. ببینید ما الان روی هر کلاویه‌ای بزنیم هیچ نوتی از نظر حالا پیچ تغییر نمیکنه، ولی اینجا اگر باشه و این کی هم بزنیم، سر روی ساب خودشو بهتر نشون میده. اینو بیارم. خب یعنی داره کوکش هم تغییر میده. تو بعضی از ژانرها شما میبینید که نیاز هست مثلا برای اون فیلی که درست میکنی که داره خیلی ریز میشه، یه جایی که خیلی گلیچی خواهد شد اصلا بهش پیچ هم بدی که روی نوتای بالا بره، بعد یه روش یه فیلتر های کات بیاری که کلا بسته شه، بعد با یه دونه مثلا ضد ضرب سنکوب اجراش کنی. این تا اینجا. برگردیم روی تنظیمات و این کلاویه کیبوردش هم خاموش کنیم. نکته دیگه که داشتیم اینجا، خب قسمت بعدی خیلی راحته دیگه، این ولومشه، داینامیکه، حالا کلیکتون تعیین میشه، و از طرف دیگه پنینگه، لفت و رایت. که این بخشو الان شما آشنا شدید، همه این لایه ها دقیقا به همون صورته. یه چیز خیلی جالبی که وجود داره اینه که مثلا شما الان ممکنه یک سمپلی داشته باشید از یه جای دیگه، آیا میتونیم بیاریم اینجا قرارش بدیم از بیرون؟ مثلا همین الان یه چیزی ریکورد کردی، همین رو میخوای بیاری جزء کلیک صدای شما، چون یه زمانی تو طراحی میبینی که یه چیزای کم داره، اونو میتونیم خیلی راحت. مثلا من الان از اینجا بیام ببینم مثلا یه دونه صدای های هات، مثلا ببین از بیرون درگ اند دراپ کردم اینجا، دقیقا اسمی که آورد اسم فایلیه که الان آوردم. هم نمایشش هم بده یه همچین چیزیه. اینجا میتونم دیگه لنگسش رو کم کنم، این طولانی بود، یا اصلا استارتش رو بیارم جلو. پس شما میتونی سمپل هم از بیرون بیاری براش. بخش بعدی که هست، ما اینجا خب تیون کردن رو دیدیم، میتونه تیون بشه. این الان در بخشی تحت عنوان پیچ. قسمت بعدیش تحت عنوان امپلیتیوده، یعنی اینکه حالا دامنه صدا، دقیقا یه چیزی شبیه همون ADSR که ما با هم خوندیم. اینجا حالا داریم کاراکتر میدیم، مثلا این صدا مثلا دامنش کجا تموم شه، مثلا بخوای واقعا لوی خیلی قوی، حالا این کلیکش هم میتونیم
بعدم ببندیم. این اتک 100% الان بالاست و هر جور این شکل‌ها رو دیگه دست شماست. میخوای تیل طولانی بهش بدی، دوم طولانی باشه یا نه، جمع و جورش کنی، بستگی به ژانریه که داری کار میکنی. یه چیزی که راجع به کیکدو میتونیم بگیم، هم سینته، هم ساختار سینت رو توش داره، هم سمپلر. همین الان که سمپل رو درگ اند دراپ کردم، یعنی چی؟ یعنی یه سمپلره که میتونی کلیک و مثلا همه جوره پیچش رو تغییر بدی، استارتش، لینکسش و تو ایبل استاد بخواهن ازش استفاده کنیم، باید داخل اونجا بازش کنیم، داخل ایبل بازش کنیم. ببین سوال خوبیه، هم این میتونه به عنوان میدی ترک باشه. ببین الان من تو ایبلتون نوت نوشتم، خب به عنوان کیک اصلا میتونه یه لایه جدا باشه، یا اینکه یه بخش خیلی جالبی که اینجا داره، الان مثلا ما این ویو رو پذیرفتیم، مثلا اینو میخوایم تو پروژه، یا به عنوان این سین تو اصلا کیک دو باز باشه و توش صدا رو بچینی نوتاشو، یا این قسمت که نوشته رندر، این رندر رو میزنیم جنریت، این ویو ساخت. خب حالا اینو میارم مثلا این بغل، اگه جا بشه میخوام هم شما ببینی هم این محیطه ای بتون، این آدیو رو میارم اینجا، تموم شد. خیلی ساده. حالا این کیکو میتونی ببری تو درام رک قرار بدی، سه تا کلن تو اونجا کیکشو اینجوری قرار بدی، آدیوشو قرار بدی، خود سینتو ببری تو درام رک، اینم میشه، اینو میندازی تو یکی از پدهای خالیش شدنی، یا به این صورت، یا اگر مثلا شاید نرم افزار دیگه ای کار میکنی اینو میتونی اکسپورت بگیری. اینجا به شما میگه که من اینو کجا ذخیره کنم، اینجا روی دسکتاپ ذخیره کنی. پس این خیلی راحت برای شما رندر میگیره اینجا. خب از امپلیتیود هم که رد بشیم، شما این پایین میبینی یه بخشی نوشته لینکس، یعنی همین سمپل شما ماکسیموم چقدر این دوتا شده، برای اینه که میبینی اولین ضرب و قوی پخش میکنه. شما میتونی بگی لنگس لوپ هم چقدر باشه، الان رو 700 مثلا میلی ثانیه هست، میتونیم اینو کوتاهش کنیم، کل سمپل چند میلی ثانیه باشه، کلا ساختار کیک عوض میشه، دقیقا کاراکترش تغییر، این دقیقا به خیلی چیزا برمیگرده. ژانرتون چیه که نقش لوه فرکانس پایین کیکتون چه خواهد بود، و از طرف دیگه بی پی امتون چنده، با چه سرعتی داره میره، اگر کند میره مثلا این به دردتون میخوره یا نه، 120 میره، 100 میره یا 150 160. جدول خاصی داره که مثلا کیکو بتونیم رو بی پی ام تنظیم کنیم، درست ژانرتون دیگه، من این سه عدد دادم، نه حالا اینو همین جا، یعنی اینکه من اینو تکمیل کنم بعد خدمتتون عرض کنم، سیگنالشو تنظیم کنیم. خدمتتون عرض کنم اینجا EQ اکولایزری هستش که میتونین شما مثلا فرکانس ها رو کنترل کنی از نظر دامنه و ادیتشون هم به صورت کامل بریم انجام بدیم. مثلا یه ادیت که بزنی این صفحه میشه اکولایزر. حالا میتونی یکی از باندا رو باز کنی، EQ کنی، مثلا کنترل فرکانسی، این نواحی هر کدوم، این کیک 4 باند داره، اینا باندای اکولایزرمونه، روی این نواحی هر کدوم که روشن باشه این نابها کار خواهد کرد. این دیگه شما وقتی که با اکولایزر آشنا باشی چجوری کار کنی، خیلی خیلی عالی میتونید محدودهای فرکانسی کیکتون رو بعد از طراحی اولیه که تونالیته و امپلیتیودش بود، فرکانسی اضافه هم ازش حذف کنید که با خط بیستون یا با کل پروژهتون اصلا تداخل نداشته باشه. این پس اومد توی این قسمت ادیت EQ.
قسمت بعدی تحت اون دیستروشن مطرح میشه. دیستروشن یه جور یادتونه دیگه، ما هم آنالوگ خوندیم، آنالوگ دیستروشن و کاراکتراشو گفتیم، هم دیجیتال دیستروشن. توی اینجا برای شما هم دقیقا شبیه سازیه که آورده، مثلا تیوب همون شبیه سازیه ساتوریترهای آنالوگه. مثلا یه مقداری اینو انتخاب میکنیم دیستورتشو و پانچشو، میبینی اگه خاموش باشه یا اینکه مثلا کلیپش رو انتخاب کنیم. سبکایی که کم بی پی ام رو ببریم بالا. شما یکی اینکه خود این کروی که اینجا نوشته کرف پریست، یه سری شکله آماده تو ژانرهای مختلف داره. مثلا میخوای EDM کار کنی این کرو رو داده. یا مثلا اینو یه مقداری تیونش میکنی مناسبه. مثلا شما میدونی الان اکثر پروژه ها توی تونالیته فرض کنید لایه، من هم اینو میبرم سمت نوت لا، این تقریبا درجات مرتبط با لا. اوکی این هم بره روی این، این هم بیاد روی ره. خب اینو شما الان میتونید سیف کنید بر اساس استاندارد خودتون، یعنی مثلا میای یوزر اینجا پریست رو سیف میکنی و مثلا میزنی مای EDM. این کروی میشه که بعدن هر موقع هر صدای خاصی از نظر پیچ بیاره مثلا توی پروژه شما. الان بخوای لود کنی توی قسمت فکتوریش مال خودشه، یوزرش الان این مای تنظیمات خودم. از طرف دیگه این قسمت هم که هر پریستی لود میکنی دقیقا به همون صورت میتونی ذخیره سازیش رو انجام بدی و در نهایت صدایی هم که داره خارج میشه میتونی کنترل داینامیکی هم از این نظر و هم از تنظیمات دیگه که مثلا یه مقداری یعنی درایوش هم مثلا کم کنیم. از ساختار کیک دو